وقتی که باد ما را با خود میبرد. چند روزی به پاییز مانده بود که با هواپیما به سنندج منتقل شدیم. دیدن مزارع و باغ‌ها از آن بالا برایم تازگی داشت. هیچگاه از آن ارتفاع سنندج را ندیده بودم، آن هم در پاییز. پس پاییز کردستان به راستی دیدنی است، به سان بهارش و شاید هم زیباتر. من به زندگی دمیان تابلوی زیبای هزار رنگ عادت کرده بودم، اما نه از آن ارتفاع. در پاییز چشمان آدمی از آن همه زیبایی و ترکیب رنگ متحیر میماند. اما تا از فراز کوه ها بیدر شهر سنندج و اطرافش را به نظاره ننشسته باشی و تا گوش به آواز عباس کمندی نسپرده باشی، نمیدانی چنان بیدر همزاد شعر و سرود و عاشقی سنندجی ها شده است. باید در پاییز مهمان اورامان و تاکستان های شده باشی. آن زمانی که خورشید خرامان خرامان خود را به آغوش کوه های سر به فلک کشیده آن نزدیک می کند تا به انارستان های هزار رنگ و دره های عمیق اورامان سایه روشنی بزند و زیباترین تابلویش را به معرض نمایش بگذارد. خیال چون اسبی سرکش مرا از لای دیوارهای بازداشتگاه سنندج به دور دست آورده بود. می دانستم برای فراموش کردن درد باید به خاطرات خوش گذشته پناه برد. اما تمام بدنم بعد از یک شکنجه مفصل که تحمل کرده بودم آزارم می داد. شکنجه ای که به تاوان گناه ناکردهی همه جا دست از سرم بر نمی داشت. یکی از سه نگهبانی که شکنجه هم داده بود از دریچه سلول آهسته و بدون سر و صدا مرا میپایید تا ببیند که تکان میخورم یا نه. چشمان نامحرم او مزاحم خاطرات شیرینم بود. به ناچار به خودم تکانی دادم تا خیالش راحت شود که زنده ام و مزاحم خلوت و تنهاییم نشود. بعد اینجا یه توضیح داخل پرانتز. بازداشتگاه اطلاعات سنندج در وسط شهر سنندج است. نزدیک بازداشتگاه صدای مراسم عروسی شنیده میشد. با فرا رسیدن شب صدای آواز گریان به گوش می رسید. آوازی از کرک نجمندین در وسط محله های سنندج. آهنگ مورد علاقه سنندجی ها برای رقص است که معمولا در همه عروسی ها خوانده می شود. در ذهنم دخترکان زیبای سنندج و پسرکان مرورش را می دیدم که در دست هم در حال رقص و پایکوبی بودند. رقص گریان رقصی است که تماشاچی و شنونده را ناخواسته به وجد می آورد. تا چوبی منم داخل گیومه را در دستانش به چرخاند و برخزد. تکانی خوردم. درد صورت و دندانهای خود شدم بیشتر شده بود، اما دلم نمیخواست منظره ای را که تجسم کرده بودم ترک کنم. دوباره با همان درد چشمانم را بستم. دیوارها هم به دور سرم میچرخیدند، گویی آنها هم در حال رقص بودند. ضربان قلبم و فکر موسیقی را میشنیدم و سعی میکردم با لحظه ای که احساس میکردم حلقه رقص پای بر زمین میکوبند هماهنگ کنم، خودم را هماهنگ کنم. دوست داشتم بلند شوم، برقصم و همراه با رقص آنها پایکوبی کنم، همراه با خنده آنها لبخند بزنم. چنان غرق در آن فضا شده بودم که انگار داماد منم، انگار عروسی من بود، انگار همه به دور من میرقصیدند. که به ناگاه مزه خونی که قورت داده بودم به یک بار رشته افکارم را از هم برید. آواز گریان به چپی رسیده بود، رقص مخصوص منطقه اورامان. نقطه در بسترم به سمت اورامان غلطیدم و چشمانم را دوباره روی هم گذاشتم. کوفتگی و درد بدنم آزارم میداد، اما با صدای موسیقی و آواز عروسی همسایه زندان به اورامان رسیده بودم. غرق در افکار خود مهمانان مردم شده بودم. صدای شادی و رقص همسایگان بیخبر از حال ما به اوج خود رسیده بود. در خیال چوپی در دستان من بود، کاری که در هیچ عروسی انجام ندادم. می رقصیدم و به دور خودم می چرخیدم و داد می زدم. شواش شواش همه مادرانی که حسرت دیدن فرزند بر دلشان سنگینی می کند. شواش شواش همه دختر و پسرهای عاشق میهن که دیگر بین ما نیستند. شواش شواش بوکی آزادی و آنگاه که به سرزمینم باز می گردد و زمین به زیر پای او جوانان همراهش به لرزه در می آید. در خواب یا بیداری یا بیهوشی مست از مهمانی عروسی بیرون بازداشتگاه بودم و نوازنده بیخبر از دل من عروسی را به نقطه اوج رسنده بود. چند نقطه می داری؟ نمی دانم چند ساعت گذشته بود که تکانهای ماشینی که مرا به سوی درمانگاهی خارج از زندان می برد به هوش آورد. گویا ساعتها بیهوش بودم. وقتی خود را در آینه راننده دیدم، لبخندی به خودم و مهمانی دیشبم زدم و با دستهای دستبند شده دستی به صورت ورم کرده و کبود شده هم کشیدم و گفتم ظاهرت مناسب عروسی نیست. زیر نگاه سنگین نگهبانهایی که چپ و راست و جلوم نشسته بودم لبخندم را پنهان کردم تا مبادا آزارشان دهد علامت تعجب.
بعد از مداوا از چند خیابان سننده به بازداشتگاه برم گرداندن. به سلولم که برگشتم عصر شنبه بود. عروسی به پایان رسیده بود. دراز کشیده بودم. شب صدای آواز خواندن آرام دختره که زندانی که سلولش پشت سلول من بود توجه هم را جلب کرد. آرام یکی از آوازهای فولکلور کردی را میخواند. بعد یه مثلش اینجا، من دختری از کردستانم، گلی در دست جوانان. بعد میای پایینتر مثلا دست گل زیبای کردستان، من دختری از کردستانم، مثلا پایینتر مانند ریحان نرگس خوشبوی اطراف تاکستان هایش. با شنیدن آواز زیبای دختر زندانی که اسمش را هم نمیدانستم گریه امانم را برید. با خودم گفتم خدایا دختر معصوم غرق در افکار و خیالات خود در کجای این سرزمین زخم خورده به پرستاری زخمهای هموطنانش مشغول است، یا آواز معصومانش را بدرقه راه چه کسی کرده است. خود را به دست آواز زیبای دختر دربند و نسیم ملایمی که از دریچه سلولم وزیدن گرفته بود سپردم و چشمانم را روی هم گذاشتم و منتظر صدای در ماندم که دوباره کی به سراغم می آید. نقطه تمام میشه. پاورقش چپی و گرگنتون آوخت کردی هن. عباس کمندی و نجم الدین غلامی دو تن از هنرمندان به نام کردن. چوبی پارچه ایست که نفر اول سمت راست دست میچرخاند که نمادی از پرچم است که قبلا در جنگ ها به دست میگرفتند. بوک آزادی، عروس آزادی.